با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه ای از دیدگاه رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اظهارات حسن روحانی در 22 بهمن مبنی بر برگزاری رفراندوم برای حل اختلافات میان جناح‌های حکومتی، 15 نفر از فعالین سیاسی و اجتماعی خواهان برگزاری رفراندومی با نظارت سازمان ملل شدند. در این بیانیه آمده است که ما امضا کنندگان با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت در ایران تحت نظارت سازمان ملل می باشیم. در این بیانیه همچنین ذکر شده است تنها راه برون رفت از مشکلات را گذار مسالمت آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی مبتنی بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌های نهادینه، به خصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می‌باشیم. در برنامه امروز دیدگاه ما با آقایان علی جوادی و محمد نوریزاد که یکی از امضا کنندگان این بیانیه 15 نفر می باشند خواهیم بود و در ارتباط با خود این بیانیه مسئله رفراندوم و مسئله این که طرح نظام حکومتی آینده از چه طریق مؤثر هست نظرات مهمانان برنامه امروز رو جویا میشیم. با سلام به شما علی جوادی و با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه امروز رو در رو قرار دادید. دیدگاه. به شما بینندگان عزیز برنامه شما و همچنین آقای نوریزاد سلام میکنم. خیلی ممنون آقای نوریزاد، با تشکر از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز دیدگاه قرار دادید. من هم به شما و به بینندگانتون و به مهمان خوبتون درود و سلام دارم و چه شانس خوبی آوردم که با شما هم سخن میشم. خواهش میکنم آقای نوریزاد، من سوال اول از شما میپرسم، سابقه طرح رفراندوم و طرح این شعار به طور کلی در بین مخالفین جمهوری اسلامی به چه موقعی برمیگرده و چی شده که اصلا مسئله طرح رفراندوم از نظر تاریخی در بین اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده؟ بله، سابقا دوستان ما، هموطنان ما به ویژه در خارج از کشور بر رفراندوم اصرار ورزیدن، ولی شاید به این دلیل که در نابهنگام خودش بوده و در داخل اصل مشترکی با خودش پیدا نکرده، آمده و رفته و به تعبیری به تاریخ پیوسته. اما دوست من، ببینید، ما مردمی هستیم در یک جهانی که حکومت‌ها اگر بخوایم از منظر قانون طبیعت نگاه بکنیم، یک لقمه‌ای هستیم که دیگران خیز برداشتن برای دریدن ما، آخوندها از یک طرف و کشورهای دیگه از طرف دیگه، و یه لقمه‌ای به اسم ایران این وسط هست و مردمانی که دستشون به جایی بند نیست و خودشون نشستن به چشم خودشون میبینن که دیگران دارن تاراجشون میکنن، تارهای تنشون رو میدرند و میبرند. برای کشورهای دیگه هم، حتی برای کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، مهم منافع اونهاست در نسبت با ایران و کشورهای جهان سوم. اگر این منافع تأمین باشه، اونها مردم رو و رنج مردم رو فراموش میکنن. به همین دلیل ما ناگزیریم که به ابزاری دست ببریم برای رهایی. مردم ما به تنگ آمدن. این که میگم مردم ما، شما ممکنه بگید که آقا 22 بهمن این خیابونا رو کی پر کرده؟ اینا مگر مردم نیستن؟ مگر ایرانی نیستن؟ بله، من غلیظ‌ترش رو میگم. ما فردا حتما با یک مانع بزرگ به اسم اصلاح طلبان روبرو هستیم که در مسیر رهایی این سرزمین به یک سنگلاخ میمانند که
مردم معترض رو فرا میخوانند که به همین جمهوری اسلامی قانع باشند. ما موانع بین المللی داریم، موانع داخلی داریم، طرفداران سینه‌چاک یا در مجموع مجبور جمهوری اسلامی، کارمندان، کارکنان، خانواده های شهدا، اونا بالاخره یا کسایی که دوست دارن از یک طرف، و اصلاح طلبان که بقاشون به بقای این نظام بستگی داره. حالا در این بین مخالفان جمهوری اسلامی که سر به تن جمهوری اسلامی نمیخوان آقای نوریزاده، من راجع به تاریخچه‌اش پرسیدم، حالا در ارتباط با اینکه وضعیت تو ایران به چه شکله اونم میتونیم بعداً صحبت بکنیم. اجازه بدین نظر علی جوادی هم جویا بشم. علی جوادی، از نظر تاریخچه شما سابقه طرح رفراندوم و مطرح شدنش رو در بین اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی به چه شکل میبینین از نظر تاریخی، و کی شده که طرح رفراندوم در بین اپوزیسیون مطرح شده؟ ببینید، این اولین باری نیستش که طرح رفراندوم برای به اصطلاح تعیین نوع حکومت یا گذار از جمهوری اسلامی مطرح شده. پیش از این هم در حدودش بکنم 7-8 سال پیش رفراندوم برای 60 میلیون امضا یا 60 میلیون امضا.com طرحی بود که به اصطلاح همین مبانی و چارچوب ها رو مد نظر داشت. اما در یک نگاه به اصطلاح تاریخی تر به مسئله، اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که شرایط سیاسی که منجر به ارائه طرح‌های اینچنینی میشه و در برخی اوضاع این طرح‌ها به هر حال در جامعه مطرح میشه کدوم‌ها هستند، ما به این مسئله اشاره کنیم که ما در حال حاضر با خیزش انقلابی توده‌های مردم در دیماه مواجه بودیم، خیزشی که فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر فقر و فلاکت، مرگ بر این حکومت ضد زن و غیره شعارهای اصلی بود در کنار سایر شعارها که مطرح میشد. و به نظر میاد، حداقل به نظر من، که ظاهرا جریاناتی که قبلا بخشی از خود هیئت حاکمه بودند، بخشی از جریانات اصلاح طلب بودند در دوره‌های متفاوت، به این صرافت افتادند که باید راه حلی برای این شرایط ارائه داد. مردمی که اعلام کردند حکومت اسلامی رو نمیخوان، با خیزش انقلابی خودشون، با اعتراضات خودشون، با تعرض به دستگاه دولتی میخوان جامعه رو از شر حکومت اسلامی خلاص کنند. در این میان هم ما شاهد این هستیم که جریانات سیاسی که گفتم بعضن در هیئت حاکمه بودن، به منظور به اصطلاح اینکه شرایط طوری نشه که یک انقلاب دیگه صورت بگیره، یه تحول انقلابی از پایین صورت بگیره، که اگر این بار چنین تحولی صورت بگیره، شانس چپ، شانس رادیکالیسم، شانس دگرگونی بنیادی در تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه زیاد میشه، تلاش بکنن طرحی رو ارائه بدن که به اصطلاح بتونه از بالای سر مردم در یک پروسه به اصطلاح سازش بعضن با جمهوری اسلامی، چرا که یک پای خود این طرح جمهوری اسلامی هست، بتونن به توافقاتی برای گذر از جمهوری اسلامی به دست پیدا بکنن. در رابطه با اینکه آیا این طرح عملی هست یا نیست، یا به اصطلاح نقطه اساسیش بیشتر صحبت بله اینا رو ما بعدن بیشتر میتونیم صحبت بکنیم، منتها من سوالم راجع به خود تاریخچه این طرح بود، ولی متاسفانه از هیچ کدوم از دوستان این مسئله رو نگرفتم که سابقه این طرح به کی برمیگرده. میتونیم در ارتباط با خود جمهوری اسلامی صحبت بکنیم که جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم و آریانه مطرح شد، بعد دوران خاتمی و غیر ذلک، ولی پس اجازه بدیم که وارد خود مبحث بشیم. الان این بیانیه مطرح شده از طرف 15 نفر از فعالین سیاسی اجتماعی که آقای نوریزاد هم یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. هدف از دادن این بیانیه چی بوده و در چه متنی این بیانیه مطرح شده؟ آقای نوریزاد، خواهش میکنم. من شنیدم که شما گله من شدید که ما چرا به تاریخ نپرداختیم. بله. مگه مهمه؟ مگه مهمه؟ ببینید، مردمان ما به صلاح از مشروطه به این سمت خیزش هایی داشتن برای رهایی و مرتب از طرف مذهبیون سرکوب شدن. یعنی سرکوب شدن، نه اینکه آره یه جماعتی به اسم مذهبی آمدن و بر سر مردم کوفتن، نه، موانع مذهبی به خاطر خرافات کهن و ریشه داری که ذهن مردم رو آشفته و به یک بی‌تربیتی بزرگ منجر شده. همیشه
در مسیر اندیشمندی مزاحم بزرگ بوده و الان ما گرفتار یک چنین چیزی هستیم. مثلا این که من میگم در آینده ما حتما با یک مانع بزرگ برای رهایی کشور به اسم اصلاح طلبی مواجهیم، خب شما اصرار بر تاریخچه دارید. فرض کنید که ما چند تا تاریخ هم دادیم که دوستان ما در خارج از کشور هم اینجور که جناب جوادی گفتن مثلا در سال 80. ببینید ما این خیزش دیما یک نقطه عطفی بود برای یک نگرش نوین در اعتراضات مردم. من فکر میکنم که این خیزش و کشته هایی که مردم تقدیم اندیشمندی خودشون کردن و یا تقدیم روح اعتراضی خودشون و زندانیانی که همین اکنون از جوانان ما، زنان، مردان، عزیزان ما به همین خاطر در زندانن، و اگر بخوام یک نمونه ای از زندانیان اسم ببریم، خانم نرگس محمدی، از داخل زندان میان و این بیانیه رو امضا میکنن که ما دیگه هیچ فرصتی برای آزمودن جمهوری اسلامی برای خودمون دیگه قائم نیستیم. یعنی این نظام نشون داده که اصلاح پذیر نیست و اصلاح گریز اتفاقا. و دوستان اصلاحات چیه، ما هم دیگه حرفی برای گفتن ندارم. توی این سالها مرتب ما آسیب دیدیم، بیشتر از این منظر که دوستانی آمدن شیب اعتراض مردم رو به کجراهه بردن. این بیانیه اصرار بر این داره که ما با جمهوری اسلامی به یک سرانجام درستی نخواهیم رسید. یعنی آزمون 40 ساله نشون داده که از این نظام و از این سیستم فکری راه به جایی نخواهیم برد و ما باید حتما از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. بله آقای نوریزاد، در ارتباط با تاریخچه که چرا مهم بوده و چرا این مسئله مطرح شده، به این خاطر مطرح شده درست در زمانی که مردم در دوره‌های مختلف مسئله قدرت سیاسی براشون مطرح بوده، مسئله رفراندوم مطرح شده. ولی حالا از این مسئله میگذریم. شما در ارتباط با اصلاح طلبان مطرح کردین که این بیانیه داره میگه، از من فقط برای روشن شدن نظرتون این سوال رو دوباره میپرسم که این بیانیه داره میگه ما از این مرحله عبور کردیم. سوالی که برای کسایی که این بیانیه رو نگاه میکنن میتونه مطرح باشه این که در بین امضا کنندگان کسایی هم هستن که خودشون اصلاح طلب بودن، آیا اونها با امضا کردن این بیانیه اصلاح طلبی گذشتهشون رو به کناری گذاشتن؟ نه، اینجوری نیست. یه نفر میتونه اصلاح طلب باشه ولی قائل به رفراندوم باشه و عبور کنه از جمهوری اسلامی. اصلاح طلبی یک دایره وسیعی است که مثلا میتونه یه نفر سید محمد خاتمی باشه و جنایت ها رو ببینه و سکوت بکنه، و یه نفر مثل یه دوست دیگری بگه من هم اصلاح طلبم ولی در چارچوب سیاسی اصلاح طلبی قرار نمیگیرم، نگرش اصلاح طلبی دارم. بله خب روشن شد. اصلاح طلبی سیاسی. بله اجازه بدین نظر علی جوادی رو جویا بشیم. علی جوادی، به نظر شما در چه شرایطی این بیانیه مطرح شده و هدف کسایی که این بیانیه رو دادن به نظر شما چی بوده؟ سوری که به نظر در صورت ظاهر از ارائه بیانیه ارائه میشه، میشه دید اینه که هستش که ظاهراً ابزار تغییر از وضعیت کنونی، ابزار تغییر رژیم با توجه و با توسل به روش‌های غیر انقلابی و یا اون چیزی که به اصطلاح گزار مسالمت‌آمیز ازش اسم برده میشه. این ظاهر سوری و به نظرم در صورت ظاهر مسئله هستش. اما واقعیت مسئله به نظرم این هستش که اهداف واقعی که از این مسئله دنبال میشه متفاوته، و این اهداف واقعی در این شرایط مطرح هستن که ما خیزش انقلابی توده‌های مردم رو در جامعه میبینیم و نتیجتاً بخشی از جریاناتی که همونطوری که اشاره کردم بعضاً هم در زمره جناهای از حکومت اسلامی یا هیئت حاکمه و یا اصلاح طلبان حکومتی بودن به این صرافت افتادن که باید چاره‌جویی کرد. این مسئله که جمهوری اسلامی در پس یک رفراندوم تن به گذار از عبور از خودش بده به نظرم یک سراب کودکانه بیش نیست. قصد توهینی به کسی ندارم، ولی واقعیت سیاسی رو باید همونطوری که هست، حقیقت سیاسی رو مطرح کرد.
اگر جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست که ما از ابتدای طرح پروژه اصلاحات اعلام کردیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست، اگر هم اصلاح پذیر بود هیچ پدیده شوم و سیاهی بیشتر نبود. تصور اینکه به اصطلاح رفراندوم پذیر باشه و خودش حاضر بشه کلید زندانهاشو به اپوزیسیون، به توده های مردم به پاخواسته بده، دیگه خبری از زندان و شکنجه و حکومت اسلامی و دخالت در زندگی مردم و نابرابری زن و مرد نباشه، اعدام نباشه، شکنجه نباشه، کشتار و قتل عام نباشه، سربنیز کردن زندانیان در خود زندان نباشه، غیره و اینا، به نظرم یک تصور کودکانه است. و علت اینکه این تصور کودکانه مطرح میشه رو باید در اوضاع سیاسی و واقعیات عینی کنونی جستجو کرد. یعنی خیزش انقلابی توده های مردم که میتونه قدرت رو از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بگیره، پروژه اصلاحات و یا به اصطلاح حاشیه جمهوری اسلامی رو عملا غیر ممکن بکنه و این امکان رو فراهم بکنه که قدرت در دست توده های مردم انقلابی قرار بگیره و این بار چپ شانس داشته باشه. به این اعتبار این طرحیه برای نه برای تغییر غیر انقلابی رژیم، بعضن میشه گفتش که طرحی هستش برای نجات شاید رژیم جمهوری اسلامی از یک اوضاع انقلابی. اجازه بدید نظر آقای نوریزاد رو جویا بشیم در ارتباط با نکاتی که شما مطرح کردین. آقای نوریزاد، آقای علی جوادی مطرح کردن که طرح این رفراندوم یک سراب کودکانه بیش نیست، اگه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و زندان داره و شکنجه داره، در واقع جمهوری اسلامی به راحتی کنار نمیاد از طریق رفراندوم و در واقع این رفراندوم یه طرحی است نه برای جایگزینی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، بلکه یه طرحی است برای جلوی سرنگونی رژیم و جلوی نفوذ چپ رو در جامعه گرفتن. شما نظرتون راجع به این نکات چه؟ من اگر جای جناب جوادی بودم در انتخاب واژه‌ها کمی لطافت به خرج می‌دادم. مثلا شما نگاه کنید 15 نفر، 8 نفر از داخل و 7 نفر از خارج که بالاخره سرد و گرمی چشیدن، آمدن این بیانیه رو مطرح کردن و در دل این بیانیه هم آوردن که این جمهوری اسلامی باید ازش عبور کرد. اینکه حالا اینا این 15 نفر مثلا در یک سراب کودکانه فرو بردن، این شد واژه های بهتری به کار برد. مثلا اینکه این طرح قبلا هم بوده و راه به جایی نخواهد برد. اما اگر کمی و مختصری به شعور این 15 نفر اهمیت بدیم، خواهیم دانست که این 15 نفر خودشون می دانن که جمهوری اسلامی یک دیوار بتونی سختی است و عبور از او به راحتی ممکن نیست. اگر جناب جوادی مختصری شعور برای این 15 نفر قائل می شدن، حتما می دانستن که این 15 نفر می دانن به صرف یک بیانیه و اینکه حالا یه نوشته‌ای هست و یه جمعی دور هم جمع شدن کاری نمیشه کرد، بلکه ما اول طرح اولیه رو باید بگیم که آقا یا ما با عصبیت و خشونت و به خیابان ریختن و زدن و شکستن و اسلحه دست گرفتن میخواییم پیش بریم، یا راه های دیگری هم هست. اگر مردم در اطراف او مجتمع بشن، میشه خیزش مردم رو به سمت اعتصابات بزرگ سراسری و ملی کشاند با مزاحمت های بزرگی که اصلاح طلبان و طرفداران جمهوری اسلامی خواهند داشت. مثلا اعتصابات من برای روشن شدن نقطه نظرتون، پس به نظر شما این رفراندوم در واقع یه طرحی است برای راه حل‌های دیگه مثل اعتراضات و جنبش‌های مدنی برای اعتراض و جایگزینی رژیم جمهوری اسلامی. من درست فهمیدم نکته‌تون رو، یا اینکه راجع به مسئله می‌خواید نکته اشاره کنید؟ به یک تعبیری این بیانیه نقطه خام و یا گام نخست یا تئوری عبور از جمهوری اسلامی است و کم هزینه. ما در گام‌های بعدی مثلا شما بینید ما مردم رو به رأی دادن فرا خواهند خواند، همین اصلاح طلبا و خود بوق‌های خود جمهوری اسلامی. اونجا ما اگر نتوانیم جمعیتمون رو به رخ بکشیم، خب باید یه 4 سالی دیگه هم بریم زیر گیوتین جمهوری اسلامی. اونجاست که ما باید جمعیت رو
با یک نه بزرگ به سمت جمهوری اسلامی بفرستیم. یعنی خود ما با یک نه بزرگ و سراسری و تا جایی که میشه و این جمعیت نه به جمهوری اسلامی رو فراختر کنیم، یعنی وسیع‌تر کنیم، فراوانتر کنیم و با شیوه های کم هزینه و کم تنش، گرچه میدانیم اینها برای اینکه باقی بمانند دست به طرح‌ها و برنامه‌های بسیار زشت خواهند برد و ممکنه سناریوهای بزرگی پیش پای مردم قرار بدن. مثلا یه نمونه من می‌خواستم بگم صحبتم باز شد. ببینید، کارگران شرکت واحد اعتصاب کردند و در یه اعتصاب با شکوه همگی دست از کار کشیدند که آیه اوسانلو هم جز به اونها بوده. بعد شما نگاه کنید، اینا میان یه جمعیتی از بسیجیان و دوستان و اطرافیانشون میفرستن به عنوان راننده و علنا اعتصاب رو میشکنن. خب این اعتصاب اگر جمعیت فراوانتری رو در کنار خودش داشته باشه، در شرکت نفت، در پالایشگاه ها، در مدارس، معلمین، کارگران، میتونه فلج کننده باشه و این خیلی فهیمانه تر خواهد بود. خب نکتتون روشنه. بله، اجازه بدین از آقای علی جوادی هم بپرسیم. آقای علی جوادی، آقای نوریزاد مطرح کردن که این طرح هم قبلا مطرح بوده و این 15 نفر هم که این طرح رو دادن براشون روشنه که به صرف این رفراندوم نباید قناعت کرد و نمیشه راضی بود، بلکه راه حل‌های دیگه‌ای رو دارن جستجو میکنن. این راه حل‌هایی که جلوی خشونت‌های احتمالی گرفته بشه، راه حل‌هایی مثل از طریق گسترش اعتراضات کارگری، من جمله اعتراضی که ایشون اشاره کردن راجع به اعتراض کارگران شرکت واحد، و راه‌های دیگه‌ای که کم هزینه‌تره و نه به رژیم جمهوری اسلامی میگه و مردم رو میتونه بسیج بکنه بدون دادن هزینه های بسیار برای جایگزینی و سرنگونی رژیم. شما نظرتون چی؟ ببینید، معمولا زمانی که از خشونت صحبت میشه، نمیدونم چرا به طور غریبی خشونت از جانب مردم مد نظر قرار میگیره، یا توده های مردم به پا خواسته مد نظر قرار میگیرن و به نوعی ملامت میشن که باید از به اصطلاح خشونت پرهیز بکنن و غیره و غیره. در صورتی که خشونت رو هیئت حاکمه اسلامی بر جامعه تحمیل میکنه، تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخ کشتار، تاریخ اعدام، تاریخ شکنجه، تاریخ سنگسار، تاریخ دست قطع کردن، پا قطع کردن، چش در آوردن هستش و اسید پاشیدن به زنان و مرد، زنان در جامعه، همه ما تاریخ سیاه جمهوری اسلامی رو میدونیم. کسی که اسلحه رو به طرف مردم گرفته، کسی که اسلحه رو روی شقیقه جامعه گذاشته، کسی که زندانهاشو داره، شکنجهگاهاشو داره، اون داره خشونت میکنه. و اگر ما میخواییم جلوی خشونت رو بگیریم و اگر به اصطلاح نیات دیگه نداشته باشیم، باید کاری کنیم که این حکومت قادر نشه خشونت رو بر جامعه تحمیل بکنه، اعمال بکنه. نتیجتاً باید اسلحه رو، ابزار شکنجه رو، طناب دار رو از جمهوری اسلامی گرفت. و اگر ما به این حقیقت سیاسی باور داشته باشیم و چشم در چشم این حقیقت نگاه بکنیم، باید به توده مردم به پا خواسته راه حل اصولی انجام این عمل رو بگیم. منم معتقدم ای کاش ممکن بود که جمهوری اسلامی در مقابل اراده توده های مردم تسلیم میشد، به اصطلاح در مقابل دادگاه های مردمی قرار می گرفت، دادگاه های صالحه، سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه مردم محاکمه می شدند و غیره و غیره، زندان ها برچیده می شد، زندانی سیاسی نبود، آزادی بدون قید و شرط همگان در جامعه اعلام می شد، زن و مرد برابر اعلام می شدند، حاکمیت از آن مردم و شوراهای شکل گرفته شهروندان در جامعه می شد، کارگر استثمار نمی شد و غیره و غیره. نتیجتاً اگر صحبت از اینا هستش، بعد بحث بر سر این برمیگرده، تئوری که یا پروژه‌ای که رفراندوم مطرح میکنه یه پاش خود جمهوری اسلامیه. یعنی در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی، تئوری رفراندوم پوچ و باطل خواهد بود. و من این سوال رو در مقابل آقای نوریزاد و تمام این دوستان قرار میدم، اگر جمهوری اسلامی به کمترین سازشی در مقابل جناح اصلاح طلب خودش،
که حافظ جمهوری اسلامی هست تن نداده، چطوری ممکنه به پروژه عبور از خودش تن بده و کلید زندان‌ها و سپاه و بسیج رو دست من بده؟ به این اعتبار این پروژه به نظرم پوچه. ولی در ارتباط با نکته که آقای نوری‌زاده مطرح کردن که طرح این رفراندوم میتونه کمک بکنه که اعتراضات مدنی، میتونه کمک بکنه اعتراضات کارگری رشد و گسترش پیدا بکنه، خواهش میکنم خیلی خلاصه شما پاسختون به این. به نظرم برعکسه، این اعتراضات مدنی، این اعتراضات توده های مردم، این اعتصابات کارگری، این اعتراضات بازنشستگان، این اعتراضات معلمین بوده که بخشی از نیروهای سیاسی اصلاح طلب رو به این صرافت انداخته که طرحی رو مطرح کنن. به نظرم علت و معلول شاید اینجا برعکس شده باشد. طرح ارائه شده تحت عنوان رفراندوم واکنشی به اون اعتراضات هست به منظور به اصطلاح بندوبست از بالا یه سر اعتراضات مردم. بله، خیلی ممنون. آقای نوری‌زاده، شما در ارتباط با نکته‌ای که آقای جوادی مطرح کردن که در واقع خشونت رو حکومت میکنه و نه مردم، و اینکه خود دادن این طرح نه برای گسترش اعتراضات مدنی و یا اعتراضات کارگری، بلکه در واقع واکنشی است به خود اون اعتراضات و برای کنترل خود اون اعتراضات، شما نظرتون راجع به این نکات چیه؟ خب این نگاه به اصطلاح سرشار از کمپلوتیز از طرف جناب جوادی عزیز، یعنی علناً بنده انگار که مثلا خروجی اراده جمهوری اسلامی هستن برای اینکه مردم به اصطلاح معترض رو و پرخاشگر رو و متنفر رو مهار بکنم. خانم نسرین ستوده به همین شکل و خانم نرگس محمدی از داخل زندان، و ما به تعبیری انگار عمله های این نظام هستیم برای اینکه خیزش مردم رو کنترل بکنیم. جناب جوادی هیچ راه حلی برای آینده این سرزمین ندارن جز حرف. آقای جوادی اگر اعتصابات و رفراندوم و تمایل فراوان مردم معترض رو به یک نه بزرگ کنار بگذارن، من همه اینها رو، خشونت هایی که ایشون فرمودن، با یک واژه به اسم دیوار بتونی جمهوری اسلامی گفتم. نمیخواستم دیگه مثل ایشون به اسید پاشی اشاره بکنم و دیگران چش در آوردن و دست قطع کردن. به یک واقعیتی است، ما اگر در اطراف یک نه بزرگ مجتمع بشیم فردا رأی نمیدیم، فردا که روز رأی گیری است رأی نخواهیم داد، جمعیتی میرن رأی میدن و ما رأی نمیدیم. ما باید با یک آرامش جمعیت رأی ندهندگان رو افزونی بدیم، یا مثلا اعتصابات، معلمین، کارگران، پرسنل مختلف، مال باختگان، اینها میتونه در آینده بسیار کارساز باشه. ما اینکه میفرماین رفراندوم یک سراب کودکان است، ما اگر بتونیم دامنه این نه بزرگ رو گسترش بدیم با مردم فراوانی در داخل کشور روبرو میشیم که یک هنجره شدن و میگن نه، و این در عرصه بین المللی جمهوری اسلامی رو ذلیل میکنه. ما نمیتونیم کشوری رو تجسم بکنیم که بخش وسیعی از مردمش به اون نه میگن و او دیکتاتور معابانه به راه خودش. الان دیگه صد سال گذشته نیست، الان دیگه روسیه تزاری نیست، الان چرا جمهوری اسلامی این همه توی صدا و سیما این بر اون بر فریب کاری میکنه؟ بیشتر آرایش چهره بیرونیشه، ولی اگر از درون مردم به یک نه بزرگ فریاد کشیدن، یک نه بزرگ امتداد بدن، قطعا باید در برابر سازمان ملل، مجامع حقوق بشری جهانی پاسخگو باشه. یعنی کشوری نمیتونه، حکومتی نمیتونه با هر قدرت و زربزور و اسلحه و سیستم قضایی و زندانی که داره به یک جمعیت فراوانی که از درون به اون نمیگن همچنان تحکم بکنه. بله، مرسی. من الان از آقای جوادی سوال میکنم، میگم که آقا شما پیشنهادتون برای رهایی این سرزمین جز رفراندوم، جز اعتصابات سراسری، جز حضور نیافتن پای صندوق رأی چی هست؟ شما بفرمایید. آقای جوادی، شما صحبت آقای نوری‌زاده رو شنیدین، راه حل شما برای نه بزرگ به رژیم جمهوری اسلامی و برای رفتن رژیم، یا هر کلمه‌ای که بتخوایم روش بذاریم، سرنگونی رژیم چیه؟
ایشون مطرح میکنن که رفراندوم در واقع دامنه نه به رژیم رو گسترش میده. ببینید به نظر ما خیلی روشنه، مردم توی اعتراضات دیما و حتی پیش از اون اعلام کردن که حکومت اسلامی رو نمیخوان و فریاد مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر دیکتاتور رو سر دادن. این رأی آرای عمومی توده های مردم هست که در 80 شهر ما شاهد این اعتراضات بودیم. راه حل ما گسترش این جنبش عظیمی هستش که به نام جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم ازش اسم میبریم، متکی کردن این جنبش بر اعتصابات و اعتراضات گسترده یک توده‌ای کارگری، اعتصاب و اعتراض معلمین و بخشای مختلف جامعه و سرانجام خودش ضربه کاری رو وارد کردن بر جمهوری اسلامی در پس سازماندهی یک قیام توده‌ای علیه جمهوری اسلامی. این پروسه اینا یک رویاست. اجازه بدین آقای جوادی صحبتشون بکنن، شما بهتون وقت هستن. رویاهایی هستن که قابل تحقق هستن و زمینه‌های تاریخی تحققشون صورت گرفته. ما در مقابل حکومت وحشی اسلامی راه حلی نداریم به جز این که بتونیم با ابزار انقلابی این حکومت رو به زیر بکشیم و بتونیم پایانی بدیم بر این 4 دهه، نزدیک به 4 دهه حکومت سیاه در جامعه. ببینید بحث من بر سر این نیست که افرادی که در این طرح هستن سابق در زندان هستن یا نیستن و یا چه درایت سیاسی دارن. بحث اینجاست که من پروژه رفراندوم در ادامه پروژه اصلاح طلبان حکومتی مطرح شده در زمان خاصی در جامعه، یعنی در مواجهه با خیزش انقلابی توده های مردم مطرح شده و یک طرف این پروژه خود جمهوری اسلامی هستش. یعنی جمهوری اسلامی باید به اصطلاح تن بده به اجرای یک چنین چیزی. غیر واقعی بودن، رویایی بودن، سراب بودن این طرح بیش از اون مسجل هستش که من و شما بخوایم به اصطلاح در مقابل این مسئله صحبت بکنیم. واقعیت اینجاست که مردم با اعتراضات خودشون گفتن اصلاح طلبی، اصولگرایان دیگه تموم ماجرا. و ما بخوایم اگر دنبال این فرصت باشیم که به اصطلاح سیاست انتخاباتی خودمون رو در مضحکه های حکومتی تعیین بکنیم، به نظرم عقب هستیم و عقب کشیدن اعتراضات مد نظر هست. نظر شما مشخص، اجازه بدین بحثمون رو جلوتر ببریم. در ارتباط با سرنگونی رژیم اسلامی و یا جایگزینیش دو دیدگاه مطرح شده، رفراندوم و انقلاب، و هر دوی شما دیدگاه های طرف مقابل رو به عنوان یه اتیوپی و یا رویا بررسی کردین. بحثمون رو جلوتر میبریم در ارتباط با خود مسئله رفراندوم. طرح رفراندوم از طرف حسن روحانی درست یک روز اگه اشتباه نکنم قبل از طرح رفراندوم توسط بیانیه 15 نفره در 22 بهمن اعلام شده و همچنین رضا پهلوی برای مدت‌های زیادیه که در سطح اپوزیسیون مسئله طرح رفراندوم رو مطرح میکنه. تشابهات و تفاوت‌های این رفراندومی که الان مطرح شده با طرح روحانی و رضا پهلوی چیه؟ آقای نوریزاد خواهش میکنم. بله آقای حسن روحانی اگر حرف از رفراندوم میزنه، رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی مورد نظرشونه، در حالی که ما خیال جارو کردن جمهوری اسلامی رو در این بیانیه گنجاندیم. آقای رضا پهلوی هم احتمالا همین نظرشون که به صلاح به نظر مردم مراجعه بشه که آقا جمهوری اسلامی رو میخوان یا نوع حکومت رو در آینده چگونه بیشتر متمایل هست. اما دوست من آقای جوادی عزیز، شما نشستید در خارج از کشور و با رؤیاهای خودشون، رؤیاهای خودتون مردم ایران رو در جایگاه های قرار میدید که درونتون ایجاب میکنه یا درونتون به سمت اونها متمایله. شما فکر میدید که در 80 شهر ایران مردم خیزش کردن. بله، اینا متنفران مردم ما هستند، عزیزان ما هستند که به نهایت رسیدن و بیرون ریختند. اصلا اینجوری نیست، توده مردم اینجوری بودن. شما اگر واقعا این نوار سخن خودتون رو برگردید و بشنوید، گفتید این توده مردم ایران هستند که به این شکل معترضانه به خیابان ها ریختند.
ما یک جمعیت معتریدی هستیم. صدای منو داریم؟ صدای شما رو من دارم، مثل اینکه آقای نوریزاد قطع شد. شما هستین آقای جوادی با من؟ من هستم، بله. خب بفرمایید شما توضیح. ببینید آقای نوریزاد نکته اینو مطرح کردن که اینا رویاهای افرادی هستش که در خارج از کشور هستن. بله، آرزوهای دیرینه ما هست که تبعید شدیم، سرکوب شدیم، اعدام شدیم و الان در خارج کشور قرار داریم. به نظر من نباید به اصطلاح ارزش مصرف یا کارکرد سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو به رخ ما کشید. اگر ما در خارج از کشور هستیم، اگر ما در تبعید هستیم، بر اثر سرکوبی بوده که صورت گرفته، بر اثر قتل عام‌ها و کشتارهایی بوده که صورت گرفته و کاری بوده که دستگاه امنیت جمهوری اسلامی انجام داده و ما امروز در اینجا هستیم. اما اینا رویاهایش ما نیستند، اینا واقعیات سیاسی جامعه هستند. اگر ما از ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کردیم، امروز شاهدش هستیم که در خیابانها و میادین و شهرهای جامعه ایران فریاد سرنگونی طلبی توده‌های مردم رو مشاهده میکنیم. دیگه به قول قدیمی ها یا سال 57 این نوار نیست، اینا واقعیات سیاسی جامعه ایران هستند که اعلام کردن برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به برابری، برای رسیدن به رفاه، برای رسیدن به جامعه‌ای که انسان درش خوشبخت باشه، تمامی شهروندان سهمی از خوشبختی و رفاه و برابری داشته باشن، باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی پیش شرط دستیابی و تحقق چنین شرایطی هستش. کسایی که اومدن بیرون، مردم به اصطلاح متنفر نیستن، متنفر هستن ولی جسورترین بخش جامعه هستن، توده‌های مردم کارگری هستن که میگن مرگ بر فقر، جوانایی هستن که میگن سهم خودمون رو از زندگی و از آینده می‌خوایم، زنان و دخترانی هستن که به نابرابری و ستم چندین و چند ده ساله‌ای که موجود هست اعتراض میکنن، شکنجه و زندان رو میپذیرن، میایم بیرون و اعلام میکنن که به راهشون ادامه میدن. به نظرم تحقیر مردم اینطوری که توسط آقای نوریزاد صورت میگیره بخشی از پروژه دور کردن مردم از مبارزه انقلابی و خیزشی هست که صورت گرفته. راه پیشروی گسترده کردن این اعتراضات، عمومی تر کردن این اعتراضات، متکی کردنش بر اعتراضات کارگری، اعتصابات توده‌ای، اعتصابات عمومی در جامعه و وارد آوردن ضربه نهایی به جمهوری اسلامی هست. این تنها پروسه واقعی عبور از جمهوری اسلامی و بر ویرانه‌هاش یک جامعه آزاد و برابر و مرفه رو مستقر کردن هست. ببینید، به محض اینکه میگیم رفراندوم، اولین ابهامی که برای دوستان پیش میاد این هست که جمهوری اسلامی اجازه نمیده رفراندوم برگزار بشه. خوابش رو ببینید، این یک رویاست، این یک سرابه، در حالی که به این فکر نمی کنن که ما رفراندوم گام پایانی مبارزات ماست. ما پیش از رفراندوم باید به حرکت‌هایی روی ببریم که به اجتماع وسیع مردم بیانجامه، از انتشار آگاهی، از ترغیب مردم برای اعتصابات مقطعی، از ترغیب مردم برای رأی ندادن از این دوره به اون دوره. انگار که مثلا جمهوری اسلامی نشسته میگه به قول کیهان بفرمایید رفراندوم. اصلا اینجوری نیست، بلکه ما با فشار فراوانی که از ناحیه مردم به حکومت میاریم و حتی با نظارگری مجامع جهانی، جمهوری اسلامی رو وادار به پذیرش رفراندوم خواهیم کرد و او یک مرده محتضری خواهد بود که در واپسین نفسهاش ناگزیر مجبور خواهد شد که این شیبه رو بپذیره. یعنی نه این که از سر دل بخواه بیاد و تن به رفراندوم بده، خیلی متشکرم، که او ناگزیر به پذیرش خواهد شد. آقای جوادی، شما در ارتباط با تشابهات و تفاوت‌های این طرح با طرح روحانی و رضا پهلوی چیه و نکاتی که آقای نوریزاد مطرح کرد؟ ببینید، طرح رفراندوم روحانی همونطوری که آقای نوریزاد هم گفتن تلاشیه برای اینکه بتونن به اصطلاح بین جناح‌های هیئت حاکمه جمهوری اسلامی سازش و توافق به دست بیارن که بتونن با قدرت بیشتری در مقابل مردم به پا خواسته قرار بگیرن.
و به این اعتبار جمهوری اسلامی رو از گرداب سیاسی که درش قرار گرفته عبور بدن و عمری برای تداومی برای عمر سیاهش به اصطلاح بتونن فراهم کنن. رفراندوم حکومتی که به اصطلاح رضا پهلوی و افرادی که اخیراً این بیانیه رو امضا کردن، فصل مشترکشون این هستش که میگن ظاهراً میشه به جمهوری اسلامی رو که یک پروسه غیر انقلابی با توافق جمهوری اسلامی وادار کرد به اینکه کلید عبور از خودش رو در دست اپوزیسیون قرار بده. ببینید نیاتی که این دوستان دارن و یا برفرض نیروهای سیاسی مطرح میکنن به کنار، بحث بر سر نیات نیست، بحث بر سر واقعیات سیاسی جامعه هستش. من فکر میکنم که این واقعیات سیاسی نشون دهنده این هستش که کار جمهوری اسلامی رو با رفراندوم میشه تمام کرد، کار این مرده متحرک رو باید با ضربه وارد کردن نهایی یعنی قیام توده های مردم. ای کاش یک پروسه گذار ساده ممکن بود، ای کاش بارها و بارها ای کاش، ولی واقعیات سیاسی خشن جامعه به ما میگه که باید برای نبردهای مهمی آماده شد، باید با تمام قوا به میدون اومد و کلید پیروزی در دست جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم هستش که نمونه از خیزش رو ما در دیماه شاهد بودیم. ضربات متعددی لازمه، این جنبش سرنگونی باید به پیروزی خودش از این راه برسه. بله، ولی راجع به نکته‌ای که آقای نوریزاد مطرح کردن که در واقع اونایی که توی خیابون هستن و اعتراضشون رو به رژیم دارن ابراز میکنن، آدمایی هستن که دیگه به جونشون به لبشون رسیده و خود این رفراندوم میتونه کمک کنه برای تعداد وسیع‌تری از مردم در اعتراض به رژیم اسلامی. شما نظرتون راجع به این نکته چیه؟ ببینید مردم اومدن در خیابان، این بخشی از مردم معترضی را که ما در جامعه دیدیمشون جسورترین بخشای جامعه هستن که اعتراض رو به اصطلاح جوانهای اعتراض رو خیزش قیام رو دارن نشون میدن. اینا مردمی هستن که هر اعتراض گسترده و توده‌ای که آغاز میشه این چنین آغاز میشه. نتیجتاً باید پروسه خیزش های انقلابی توده های مردم رو مورد توجه قرار داد. دورای بعدی این خیزش میتونه گستردگی عمق دامنه بیشتری به خودش داشته باشه و این واقعیت سیاسی است. ما تکیه‌مون این پروسه است، ما تکیه‌مون برای سازماندهی رهبری این توده مردم به پا خواسته است. رفراندوم تلاشی برای بسازش و توافق رسیدن با جمهوری اسلامی و به اصطلاح پروسه‌ای که مطرح میکنه. بله، خب نظرتون معلومه، روشن شد. آقای نوریزاد، به عنوان آخرین سوال، اگه این طرح شکست بخوره چه پروژه بعدی رو میشه در دستور کار گذاشت؟ این طرح اصلا شکست نمیخوره. چرا باید شکست بخوره؟ هر کارگری که اعتصاب میکنه در دل این طرح جای داره، هر معلمی که اعتراض میکنه، هر جوانی که معترضانه فریاد میکشه و به زندان میره در دل این نه بزرگ قرار گرفته. اصلا ما شکستی برای این طرح متصور نیستیم. دوستان فکر میکنن که جمهوری اسلامی اونجا نشسته، ما هم با یه طرحی به اسم رفراندوم تاتی تاتی میریم پیشش، او با بزرگواری میگه بفرمایید رفراندوم. اصلا اینجوری نیست، بلکه ما او رو وادار خواهیم کرد. دوست من، ببینید، من 3 روز پیش قهدریجان بودم، 40 یک روز پیش از 40 5 کشته یا شهید همین خیزش دیما. وارد شهر که شدم، قهدریجان وارد شهر که شدم، از هر کسی که میتونستم بپرسم آقا منو به خانه یکی از این 5 نفر ببر، برمیگشت یا عبور میکرد یا به من میگفتش که من خودم به خطر میفتم. یعنی یک فضای به شدت امنیتی که هیچ کس جرأت نداشت من نوریزاد رو ببره به منزل یکی از این 5 نفر. چرا؟ چون به محض این که با انگشت اشاره به خانه اینها اشاره میکرد، ممکن بود براش از طرف همسایش مغازه بغل براش مشکلی پیش بیاد. اینها واقعیات جامعه ماست. ما چرا نباید تجربه های جهانی رو بیازماییم؟ یعنی مرتب بریم به سمت عصبیت های تند که منجر به خسارات فراوان میشه. ما اگر بتونیم دستاوردهای فراوانی داشته باشیم با شیوه های مسالمت آمیز، مسالمت نه اینکه بریم صلح بکنیم با جمهوری اسلامی،
ما میخواییم او رو سرنگون بکنیم با کمترین هزینه. بله خیلی ممنون. ما میخواییم سر به تن جمهوری اسلامی نباشه با کمترین هزینه. بله خیلی ممنون. مردم سرمایه ها و امانت هم دست ما. بله آقای علی جوادی، شما به عنوان آخرین سال، اگه این تر شکست بخوره فکر میکنین چه پروژه هایی رو میشه در سطح جامعه ببینیم و مطرح میشه و همچنین برتون؟ حتما طراحان چنین طرحی باید در این رابطه اظهار نظر بکنن، ولی تا اونجایی که به ما برمیگرده این هستش که برای ما با توجه به خیزش توده های مردم در دل ما، ضرورت سازماندهی و رهبری و تأمین این رهبری اساسی ترین حلقه هستش که میتونیم برای پیشروی این مبارزات به اصطلاح اشکار بکنیم. کمونیسم کارگری، اردوی آزادی، برابری و رفاه در جامعه در چنین مسیری گام برمی‌داره. من متوجه هستم که آقای نوری‌زاده میگن که برخی از مردم به اصطلاح شاید مرعوب شده باشن، بخشی از واقعیتی رو بگن، اما واقعیت متفاوتی در جامعه وجود داره. ما روی واقعیتی دست می‌ذاریم که جسارت مردم هستش، شجاعت مردم هستش، به پا خواستن مردم هستش، نه روی ترس و ارعابی که جمهوری اسلامی موقتاً شاید بتونه ایجاد بکنه. اون واقعیت بزرگ رو دیدن، این غول عظیم مردم به پا خواسته رو دیدن، به اصطلاح هنر یک سیاستمدار در شرایط کنونی هستش. امید ما به این مردم به پا خواسته است، امید ما به زنان خیابان انقلابه، امید ما به جوان ها است، امید ما به کارگرانی هستش که نه به وضعیت موجود میگن، امید ما به کارگران نیشکر هفتپه است، به کارگران شرکت واحده، به کارگران شرکت نفته، به کارگران اصلویه است، تا اینکه بتونن مهر رسلا پیروزی رو تن شرایط فراهم کنن و پایانی بر حکومت سیاه جمهوری اسلامی باشن، که نه تنها جمهوری اسلامی به پایان برسه، بلکه فقر و فلاکت و نابرابری و استثمار و ستم تو جامعه رخت بربنده. مردم سهمشون از زندگی میخوان، این مردم میتونن خوشبخت باشن، آینده میتونه از آن این مردم باشه. بله دوستان عزیز، با تشکر بسیار زیاد از شما آقایان نوری‌زاده و علی جوادی و با تشکر دوباره ازتون که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز دیدگاه قرار دادید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز می‌رسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون شب‌ها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوش.